برگشتیم با ترک توفایی از 021 کید اند آیسم. خب درسته. و ما هم از سفرمون برگشتیم با یه استایل جدید، یه مقداری اسکی از هیدن، یه مقداری الهامگیری از پوری و مقادیری از تاچ خودم گذاشتم رو این قضیه. من حتی اینو درست کردم ولی هنوز تفنگو نگرفتم. منتظر لایک های شما و کامنتاتون که تفنگو برم بگیرم چه دیگه واقعا گنگشو پر کنیم. آقا این ترک که ترک طوفانی باشه، درست چند روز پیش اومدش؟ چند روز پیش اومد، دو روز پیش اومد. خب من یه دموی کوتاه ازش شنیدم، به نظرم گنگ اومد. خب دیدم استوری بودم چی بود، ولی با آیسمه، یعنی ممکنه اشغولانه و اینم باشه. بریم هم دیگه چک کنیم. یه دخترم من تو کاور میبینه، حتی یه دخترم میبینم شکلی، من اونو دقت نکرده بودم. بریم ببینیم که ترک طوفانی چه جوری حالا. سلام، خوش اومدیم به گنگترین کانال رپ فارسی برادا. دویه قبل از اینکه بریم آهنگ گوش کنیم، یاد نگیرید تو کانال لایک سابسکرایب و زنگوله همه رو بزنید که فواید زیاد سنده. همینطور اینستاگرام ما رو که لینکش تو دیسکریپشن حتما فالو کنید که اخبار برنامه جدید اونجا میاد. و اگر دوست دارین با ما در ارتباط مستقیم باشین، تلگرام ما رو عضو بشین که لینک اون تو دیسکریپشن هستش. اونجا انتقاد و پیشنهادتون رو میتونید مستقیم در میون بذارید و با ما صحبت بکنید. درسته. در تمام اینها یاد نگیرید هشتگ گنگترین گفته پاره کن چه بده پرمدا سلام برسون، چرا که اینطوری میتونید صلوات خودتون رو نشون بدین. بچا یه چیزی هم پدام افتاد بگم قبل از ویدیو، اینه که این رو خوب می‌بینید با سیبیل هیدنی و این صحبت ها، من اینو گذاشتم به پیشنهاد آراد. خب ولی خواستم از شما بپرسم، اگر می‌بینید خوب نیست و اوکی نیست و پدوفیلی و فلان این حرفا، خب باورش دارین؟ خب زودتر بگید تو کامنت اشاره کنید. همین امشب شب آخر اگه بگیم، ولی دوستم بدونم که اوکیه یا اوکی نیستش. من به نظر خودم شاید یه مقدار اوکی باشه ولی مطمئن نیستم. یه ببینیم داستان چیه. میام تو فانی تو لا فراری میکشه عالی، یا سالوادور دالی سر رو بهم دادی. سالوادور دالی چی بود؟ اون یه نقاش و مجسمه مثل اینکه صادق همینه هستش که توی بیشترین جایی من اسمش شنیدم توی سریال همون لاکاسا چیز بودش که همون کارخانه کاغذی که اون ماسکر رو درست کرده بودش و اونجا خیلی اسمش معروف شد. دالی، اوکی. دالی، آره دقیقا. بچه هم توی که چک کردم یه نقاش بود که اتفاقا سیبیل بسیار جالبی هم داشت، خب اسپانیایی که اتفاقا به همون چیزم ربط داره چون اسپانیایی بود. اتفاقا آیسم تو پرتغال زبونش هم اسپانیایی، اگه شما هم پرتغال به اضافه اینو خب میکشه عالی مثل سالوادور دالی. تو لا فراری میکشه عالی، یا سالوادور دالی سر رو بهم دادی، دندون میزنی هاری رو کوکو مالی، آخه تلخه اون واسابی. شبا میان میرن کاش باز برسیم خونه، شبا زیاد زدم ولی تو منو بالا روی سقف ببین، به چرخ دور سرم سقف ببین. ترسیدی علامت ضعف این. اوکی گرفتم. میگه که چی گفت یادم رفتش واقعیتش، سخت میدم میکشم اون اجازه سر بالا سخت میشم. نه گفت سر رو دادی، خب دندونم زدی انگار که وحشی هاری. سر رفت اونجا بعد دندون زد. مال پوری دندون نمیزد، میگفت حواسش هست دندون نده. آیسم فکر کنم یا این نفره که بده که یه مقدار زیادی اکسایتد بوده. زیادی اکسایتد بوده. اوکی. ترسیدی علامت ضعفه میزنه لباس همون بر ببین، میکشم واسه موجی بگو بگیرن آروم، میشکنه شیشه ماشین واسم نمیشه آسون. میده بهم بر حاجی آیسم ترکون، من خیلی دوست دارم آیسم. حاجی من آیسمو بیشتر اینجا که خیلی دفعه مشتاق شدم با آهنگش، اونجا بود با تو فیتی که بودش بودش با پوری بودش. بعد از اون دوباره یه آهنگی چند وقت پیش دادش که ما تو بالی بودیم، خیلی شنیدار کرملین بودش، ریاکشنش نرفتیم. پنج آهنگ واقعا خیلی قشنگ بود، من خیلی باحال کردم. الان این سه آهنگی که من اینم خیلی باحال کردم. البته آهنگ قدیمیش هم بود ولی من دقت نمی‌کردم اونقدر. خب الان دارم خیلی باحال می‌کنم. بریم. میده بهم بد بیهت بدون دندون، شاید چون رشتش بوده دنتیستری. چند جایی دعوت گست لیستم و تو آبلانکوس هم فیم نیستین. تو آبلانکوس هم نگرفتم اونجا شد مکان احساس. میگه این یکی دندون نمیزنه، آخه دندون زدن خیلی مهمه. الان تو الان تو آهنگ دوبار اشاره شد چون که دنتیستری خونه اینکه دندون پزشکی خونده. دنتیستری یعنی دندون پزشکی، حرفه‌ای کارش. آره کارش حرفه‌ای. یه بار اینجا گوش کنیم. بعد بیهت بدون دندون، شاید چون رشتش بوده دنتیستری. چند جای دعوت گست لیستم و تو آپلاکوس هم فیم نیست.
هستین بد خارونتم فلرت ولی جلو مشتی دانس با سلویس می رقصن کارام تو پلیلیسته و صدام تو بان ولی من جیمز نیستم تیم من نمیاد فیس فایت تو باند ولی من جیمز نیستم جیمز باند جیمز باند آه تو باند آه تو باند خواننده میگشتم حالا باند خلاف یا باند چیز یعنی باند میوزیک باند خب میتونی فش باشه ولی یه باری گوش کنم ولی فکرم باند خلاف باشه ولی جیمز نیستم جیمز باند نیستم نه باید فکرم باند اسپیکر ولی خب اون باند اونم حتی اونم میشه اونم میشه حتی آهنگ میخونه دیگه میتونم تو باند باشم اوکی ولی حاجی اشتباه گفتیم یه دقیقه صدام تو باند خب اصلا اون چیزای دیگه نبود من فقط باند صداشو نشنیدم فقط باندو شنیدم باند ها دیگه اون معنی دیگه هم داره چون به جیمز باند هم هست آخه میگه صدام تو بانده خب ولی میتونی صدام تو بانده هم پلی بشه حالا کاری نهاریم میگه که بدخارونتن فلرت فلرت این لاست زدن خب چجور بدخارونتن فلرت بدخار با کی دارن فلرت میکنن اوکی دانس مثل ولی جلو مشتی مشتی به این قمه است خب جلو قمه دانس مثل الویس میرخصن کارام تو پلی لیست یعنی کارام تو پلی لیست همیشه مثلا هستش خب حالا جابجا میشه بالا پایین میشه اینا میرخصن دیگه آه. یه چیزی من رو کاور دقت کردم اینجا و اینجا دو تا عکس ممه میبینم خب حالا نمیدونم واقعا ممه هستن ولی به نظر ممه میاد دخترم به نظر میاد که ممه‌اش پیرون باشه حالا دیگه نمیدونم منظور چی بوده ولی اوکی بله مشتی دانس مثل الویس می رقصن کارام تو پلی لیست و صدام تو باند ولی من جیمز نیستم تیم من نمیاد فیس فایت تو هم اشتباه اگه دست خالی چون رویالتی چک آخر اسپاتیفایمو باهاش خریدم یه گلاکی یه رفی میگه تیم من دست کلا با فیس مبارزه نمیکنن خب یکی مشت خالی نمیاد دست خالی نمیاد مبارزه خب تو هم اگه با دست خالی اومدی خودت تقصیر خودت بوده من با با پول رویالتی موزیک اسپاتیفای خب گلاک گرفتم درست گلاک آره کلت گرفتم دیگه گرفتم یعنی که ما با کلت میام شما با دست خالی میان خودتون باختادین دیگه تقصیر ما نیست بس اگه دست خالی چون رویالتی چک آخر اسپاتیفایمو باهاش خریدم یه گلاکی از راه دور بت میشه شلیک بیای نزدیک میره تو پاتا چون وپ دزدی رسیدن نیوکاسل و نداره سریال نامبا کاکت راکت پرم یه گلاک بر فیس پول اپ میکنم تو بلاکت دم در هارودز تو کی تو پاکت اون کیه دم کورنر شاپه هفته ای اوکی بر فیس لوک اپ میکنم لوک اپ گفت شواب گفت شواب میکنم تو بلاکت یعنی هم سر بلاک شما بدون ماسک اونجا میام اونجا مثلا بالا سرت خب اوکی و گفتش یه جام گفتش یه با تیر میای میزنی درسته از دور با تیر میزنی اگه بیای نزدیکم وسط تو رونت میزنی همچی چیزی درسته حاجی اونجا که گفتش که دوزی رسیده و از نیوکاسل و این حرفا هم چیزیش فکر کنم گفتش خب من وب تنها چیزی به ذهنم میرسه واپ 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 به دست پوسیه خب وت اس پوسی دیگه پوسی که وت خیسه خب من اون فقط به ذهنم میرسه یعنی چیزیه به ذهنم نمیرسه اگر اشو گفتم شما ببخشید آیز تونی شما هم که اوکی باشید دیگه دمت گرم بعد از نیوکاسل اونجا دوستی رسیده سریال نامبر نره یعنی چه چی من فکر می‌کنم که اینجا آقا مثلا یه گوس دوزیدی موردیم اینجا بدون سریال نامبر مال کسی هم نیست من اینو میفهمم نمیدونم شاید یه چیزی باشه چون من کاکت راکت پرم یه گلاک میکنم تو بلاک پول اپ و این حرفا پول اپ کردن یعنی که مثلا بری بالا سر کسی یا یعنی اینکه مثلا با ماشین پول اپ مثلا این در نیبرهود این در بالا سر مثلا بریم بریم که بر فیس پول اپ میکنم تو بلاکت دم در هارودز تو کی تو پاکت اون کیه دم کورنر شاپه هفته ای ست تا داره میاد دیس ولی خب تونی وان تخمش نیست چون صداش پیچیده کرایدون تو خود گلدش گرین وقتی میبرم تن لشم رو استیج همه میدونم بالا میره بی پی ام تا برنامه بعد بی تو بک استیج بهم میگه شدی موزیکال جینیوس شافل اوکی میگه که دوباره رفتش بابا وقتی میگم میام سر استیج میدونم که بی پی ام میره بالا بی پی ام چه میکنه ضربان قبل درسته فکر میکنم آره خب میگه که هفته ست داره میاد دی سال تو نیمان تخمش هم نیست خب اینو راست میگه اینو راست میگه زیاد حالا نمیدونم هفته ست میاد ولی شاید یه بار من فکر کنم یک بار شد که هفته ست توش دیس اومد از جهت مختلف آره ولی خب تخمش نیست اون محله‌ای که گفتش پیچیده در اونا رو بلد نیستم کجا ولی خب اوکی شافل موزیکام پاپه خودم نمیخوام اسپاتیفای پریمیوم ولی با رویال تیم بلاک خریدم واقعا شاد میشی نیستش جی تی ای 21 کاردات طرف پلی لیست ولی من تو آب بلاک کسلم فیم نیست بعد خام تا گرنتم فلرت ولی جلو مشتی دانس مثل الویچ چند جا دعوت امشب گست لیست داشت بان داره ولی کن جیمز نیست تو منو بالا روی سقف ببین چرخ دور سرم سقف اوکی 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 گرفتیم یه دقیقه خیلی بال بوده آره ما گلاک رو داریم خب واقعا تیر رو میزنیم جی تی ای که نیستش که درسته جی تی ای کردم آجی اونجا که میگه شافل میوزیکام پاپه خب نمیدونم منظورش پاپه اینجا چیه ولی فکر کنم کل داستان اینه که آقا چون وقتی اسپاتیفای پریمیوم نداشته باشی خب نمیتونی آهنگو انتخاب بکنی خب داره مثلا فکر میکنم این منظورشه که تو باش شافل مثلا همینجوری به شافل یعنی مثلا جی بور زدن و مخلوط شدن خب یعنی آقا موزیکا رو مخلوط گوش بکنی اوکیه
اسپ پیمیوم نیاز نه چون همه موزیکا مثلا خفنه. خب فکر میکنم منظورش این باشه، حالا مطمئن نیستم. چرخ دور سرم صفه ترسیدی علامت زفه میزنه لباسمون بره میکشم واسه ماجی بگو بگیرن آروم میشکنه شیشه ماشین واسم نمیشه آسون آسون. خیلی صدا داره ها که این حرکت میتونه بکنه. من کلاس اصلا داغون نمیتونم کلام خراب و حرف نمیتونم اصلا بکشم، ولی خب حالت عادی هم نمیتونم بسه آیستم بزنم گام و این حرف ها عالیه. بریم آسون آسون زیرو چونی وان که سام قرد میشه خبرم اونجا میکله بیت با کی بود؟ کسفینگر بود دوباره؟ نه نه بودش میگفت اولش. نه بذار ساوند انجینیر کال اوت روز. آره ببینم دیر فارسی و این صحبت ها. پروژیسر مهدی سکوت بوده و آرف ام بیتز. آرف ام بیتز اوکی دمشون گرم. ترک به نظر من واقعا ترک باحالی بودش، یعنی هم یه جای گنگ بود هم گنگ دیگه. آره ترکیب ترکیب خوبیه. من از نظرم آیسم با سفیسکی هم خیلی خفن دادن. خیلی اصلا به نظرم تا الان من فیتایی که از آیسم شدن همهشون قدر بوده واقعا. تونی هم که دیگه ثابت شده است. بچه‌ها امیدوارم که شما لذت برده باشید. نظرتون واسه کامنت ها حتما در مورد این موزیک بنویسید و در مورد ویدیو ما اگر قسمتی رو اشتباه گفتیم یا اصلا نگفتیم و جالب بوده واقعا نیاز به گفتن بوده حتما تو کامنت بنویسید 100 درصد. مرسی که اینجوری که این لایک و سابسکرایب و زنگوله رو یادتون نره که ویدیو بعدی ما واسه شما بیاد. اینستاگرام ما این بالا هست، اگه خواستین اونجا رو فالو کنین. تلگرام هستن که تو دیسکریپشن چلوم حتما برید سر بزنید چون ویدیو فول قدر میزنید تو برند التیمت. تا ویدیو بعدی فعلا.